تصویری که از شاه غربیا داشتن تصویری بود که کنفدراسیون برای غربیا ساخته بود و این کنفدراسیون خیلی قوی بوده و این کار ایرانیا بوده. شما نمیتونید بگین که مثلا این انگلیس و ملکه انگلیس اومدن شاه رو خراب کردن. در نهایت یک مسئله دیگه هم فراموش، نقش کنفدراسیون. دوم، به قول فرانسوی اون سالهای از 1945 تا 1975 رو بهش میگیم لتخانت گلوریوز، یعنی 30 سالش. یعنی شما گروهای از خود ایرانیان رو مردم دستشون بدن، از جمله دانشجویانی که در خارج تحصیل میکردن کنفدراسیون ها و اونهایی بله که بله شما فراموش نکنید در اون زمان، همون در اون زمان جو جهانی چپ بین اینا یک همبستگی ایجاد میکرد، یعنی کسانی که روزنامه نگار بودن دست از غربیا با همینا یک ایده داشتن. فراموش نکنید ما سالهای 70، یعنی سالهای شکوهمند بعد از جنگیم و مردم اروپا دستشون به دهنشون میرسه. وقتی شما دستتون به دهنتون خیلی برسه، این لوکس هم بتونه خودتون میتونید بدین که همبستگی داشته باشید. اما اون چیزی که باعث میشه پندارهایی که شکل گرفت که میگم از پایان آغاز پایان این 30 سال شکوهمند، شوک پترولیه بود، یعنی شوک نفتی که سیاست شاه به اینا وارد کرد. در نتیجه باز اینم باعث میشه که این پنداری که اینا بردنش انجام بگیره.